سلام، من مهرین نظری هستم، دبیر سرویس اقتصاد دیجیتال رسانه ایران دکونومی. بیاین با همدیگه یه نگاهی بندازیم به مهمترین اخبار اکوسیستم استارتاپی ایران در هفته‌ای که گذشت، یعنی 18 تا 24 شهریور 1402. وزارت بهداشت در برابر سلامت دیجیتال. کسب و کارهای سلامت دیجیتال زیادی تو این چند سال توی کشور ظهور کردن. و خب می‌دونیم که توی انقلاب صنعتی 4 بحث سلامت بحث خیلی مهمیه. اما چالشی که همیشه فعالای این حوزه در موردش صحبت میکنن بخش رگولاتوری اون هستش و مشکلم اینجوریه که میگن هیچ نهاد مشخصی روی سلامت دیجیتال نظارت نمیکنه. بعضی جاها وزارت بهداشت ورود میکنه، بعضی جاهای دیگه اما سازمان نظام پزشکی و قوانین هم مشخص نیست. یعنی قوانینی که وجود داره قدیمیه و به صورت سنتی داره کار میکنه. اما مهدی خدادادی، مدیر عامل پلتفرم سلامت دیجیتال دکتر ساینا، اشاره میکنه به تصویب نامه‌ای که تیر ماه پارسال توسط هیئت وزیران باید نوشته می شده و مهلتش هم تا آخر مهر 1401 بوده، اما آخر مهر این اتفاق نمی افته و بعد از اینکه مهلت 2 هفته‌ای هم می گیرن همچنان خبری ازش نیست. هفته گذشته مدیر عامل تپسی ته یه توییتی اعلام کرد که اطلاعات این اپلیکیشن هک شده و در پی انتشار این خبر هم 3.5 تا 5% توی سازمان بورس کاهش سهام داشته. اما این هفته مدیر عامل تپسی میلاد منشیپور نامه‌ای رو به سازمان بورس ارسال میکنه و توی سامانه کدال بارگذاری میکنه که توی این نامه از کلمه هک استفاده نشده بود و به جاش گفته بود دسترسی غیر مجاز به اطلاعات. جالبه که این هک شدنه رو خیلی بی اهمیت جلوه داده بود و نوشته بود که بر درآمدزایی این استارتاپ هیچ تأثیری نداشته. فکر کنید اطلاعات 27 میلیون کاربر هک شده بوده و این قرار بوده که رو درآمدزایی تپسی هیچ اتفاقی رو اعمال نکنه. میگن که هدف میلاد منشیپور از بارگذاری این نامه این بوده که دوباره بتونه اعتماد سهامدارای تپسی رو به خودش جلب کنه. اما انجمن بلاکچین ایران به تبادل کننده های رمز ارز هشدار داده. جدیداً یه سری اتفاقات و مشکلات حقوقی توی این حوزه پیش اومده و انجمن بلاکچین ایران هم طی یه نامه 3 صفحه‌ای به کاربرایی که تبادل رمز انجام میدن یه سری هشدار داده. از جمله این که لینک هایی که از دوستاشون دریافت میکنن و حتما توی مرورگرشون چک کنن. از اون طرف هم وقتی میخوان که یه صرافی رمز ارز رو انتخاب کنن اطلاعاتی مثل آدرس و شماره تماسش رو حتما چک بکنن و اگر این کارا صورت نگیره یه چیزی مثل فیشینگ یا سوء استفاده از اطلاعات خود کاربرا مثل شناسنامه و بقیه اطلاعات هویتیشون اتفاق می کنه. بانک پاسارگاد از زیپاد حساب دیجیتال کودکان و نوجوانان خودش رونمایی کرد. این محصول توسط سرزمین هوشمند کیدزی تولید شده و هدفش هم اینه که دسترسی کودک و نوجوان به خدمات بانکی راحت تر باشه و خانواده ها هم بتونن خیلی خوب روی این قضیه نظارت داشته باشن. این محصول در راستای هدف بزرگتری که اونم ایجاد سواد مالی توی کودکان و والدین تولید و ارائه شده. در ایران دکونومی با ما همراه باشید.